تیکه ای رو که من از این خطبه برای شما خوندم همین رو مختصرا ترجمه و مختصرا شرح کنم. می فرماید ایها الناس، ای مردم، من حسنا منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط یوم تزل الاقدام. ای مردم، هر کسی از شما در این ماه اخلاق رو نیکو کرد، اخلاق خودش رو بهتر کرد، نیکو کرد و دیگران با اخلاق خوب رفتار کرد، اخلاقش خوب بود در این ماه، همین اخلاق خوب جواز هست براش که دیگه از صراط عبور کنه خیلی راحت. اون صراطی که خیلی اقدام، خیلی قدم ها اونجا به لغزش میان، خیلی ها میلرزن، خیلی ها قدم ها، خیلی ها هستن که قدم هاشون میلرزن روی صراط. اما این ما اگر اخلاق شما بهتر باشه، خب اخلاق همیشه باید بهتر باشه، بالخصوص در این ما. دیده شده که خیلی ها در این ما دعوا میکنن، دعواها بیشتر، و اگر ازشون بپرسی علتش چیه، گفت ما روزه هستم، علتش اینه که من چیزی نخوردم، سیگار نکشیدم، یا این که مثلا غذا نخوردم، روزه هستم، من میخاطر دارم دعوا میکنم. خب فلسفه روزه اینه که روزه به شما صبر بده، یعنی شما صبر رو پیشه کنید، وستعینوا بصبر و الصلاه، این استعانت بگیرید از نماز و از روزه، نه این که روزه باعث بشه شما دعوا کنید، شما سر و صدا کنید. نه، باید در این ما خلق، یعنی اخلاق آدم طوری باشه و همه رفتار خوب، که همین اخلاق خوب دیگه باعث میشه که خیلی راحت عبور میکنه از صراط. این صراط چیه؟ خب صراط رو شما در عقاید شیعه میبینید که یه پولی هست، پول مانندی هست، صراط به معنی یعنی راه هست. ولی شما برای اینکه تقریب ذهن باشه، میخوام مثال بزنم، ببینید یه پل هست و این پل رو یا این راه رو درست کردن بالای جهنم، پایینش جهنمه و روی این جهنم یه پلی درست کردن، صراط بهش میگن، که هر کسی باید از این صراط عبور کنه، چه مؤمن چه غیر مؤمن، مسلمون، منافق، کافر، گبر، هر کی هست باید از این صراط رو عبور کنه و این صراط رو طی کنه. به آخر صراط که رسید دیگه اونجا در بهشته، براشون میگن خوش آمدید، برید داخل. اگر نتونه صراط رو عبور کنه که خب دیگه میفته، کجا میفته؟ همونجا که جاش هست پایین، براشون به اصطلاح همه چیزا رو درست کردن اونهایی که نتونن. خب این صراط رو علمای ما طبق حدیث و روایات تشریح کردن که این چی هست. میگن برای بعضی ها این صراط خیلی راه گشاد، بزرگ، وسیع و خیلی هم روشن، خیلی هم بزرگ، روشن، وسیع، و اونا میدوین، یعنی در عرض چند ثانیه، چند دقیقه صراط تمام، اونا هم داخل بهشت. و بعضی هستن برای این صراط برای اونا خیلی کوچک، تنگ، تاریک هم هست، تاریک مثل شب، و اینقدر به اصطلاح تنگ هست مثل موی سر آدم، و اینقدر تیز هست مثل مثلا شمشیر. خب یکی از علما تعریف میگرد، گفت برای بعضی ها این صراط اینجوریه. پایین یه آقای نشسته بود، گفت حاج آقا مختصر بگی که دیگه شانس نداریم، نمیتونیم دیگه عبورش کنیم. صراطی که به با اینجوری باشه که اینقدر هم تاریک باشه مثل شب، اینقدر تیز باشه مثل چاقو و مثل شمشیر، و اینقدر هم تنگ باشه مثل موی سر آدم، خب بگید که دیگه اصلا هیچ شانسی نیست، هیچ کاری نمیشه کرد. بله، برای بعضی همین جوریه،
یقین کنید برای بعضی ها این صراط همینجوری هست، اینو نمیشه عبور کرد، نمیشه اون طرفش رفت. و حتی برای بعضی ها که میخوان این صراط رو عبور کنن، اینا خیلی یواش میرن، راه رفتن برایشون خیلی یواش. مثلا اگر 1 کیلومتر راه هست، اونو در چندین سال طول میکشه تا، چون رفتارشون خیلی کند هست. و بعضی ها تا این حد که وقتی میخوان راه برن نمیتونن راه برن، دیگه با پا و با زانو راه میرن، مثل مورچه. مورچه چقدر آهسته راه میره، بعضی ها مثل مورچه راه میرن و اینقدر خسته میشن که دیگه میفتن پایین و همون جا براش هست دیگه، جاشه. بس هر کسی باید از این صراط عبور کنه. ولی روایت شیعه میگه که هر دو کنار این صراط برای ما، برای شفاعت، شخصیت های مثل جناب رسول خدا و حضرت امیرالمومنین علیه السلام، اینا موجود هستند تا ما رو کمک کنن، شفاعت کنن. در همین زمینه یک روایت بخونم. یه دفعه مامون از امام رضا علیه السلام سوال کرد، گفت شما میگید که هر کسی ولا و محبت اهل البیت داشته باشه، ولایت امیرالمومنین داشته باشه، اون میره بهشت، و هر کسی که ولا و محبت امیرالمومنین نداشته باشه، اون جاش جهنمه. و بله ما میگی. گفت منبع این نظریه و این عقیده چی هست؟ از کجا میگی؟ امام رضا علیه السلام فرمود از حدیث رسول خدا میگم. یک جا نه، دو جا نه، چندین جا رسول خدا فرموده. گفت یا علی، حبک ایمانون و بغضک نفاقون. ای علی، هر کسی تو رو دوست بداره، این ایمان هست، نشانی ایمانه. و هر کسی به تو بغض داشته باشه، بغض به معنی دشمنی، اون منافق هست، کافر هست. هر کسی به تو دشمنی کنه، مثلا ناسبی دشمنی میکنن، اینا نعوذ بالله مازالله خاک بر دهنم فوش میدن، ناسبی ها نواسب فوش میدن. خب هر کسی فوش میده، اینی داره دشمنی میکنه. دشمنی با اهل البیت علیهم السلام یعنی نفاق، یعنی کفر. اونا طبقه عقیده ما نجس هم هستن، کسی که فوش میده و ناسبی هست. امام رضا علیه السلام فرمود این یک جا نیست، چندین جا هست که رسول خدا فرموده هر کسی علی رو دوست بداره، اون بخاطر این دوستیش میره بهشت، و هر کسی به علی دشمنی کنه، اون بخاطر این دشمنیش میره جهنم. گفت این جد من فرموده. مامون ساکت شد، گفت بله، چون این حدیث رو شنیده و این یک جا که نیست، چندین جا هست. شاعرم خیلی خوبی میگه علی حبه جنه، سه جور خوندن، جنه، 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 اور هر سه معنیش درسته. قسیم و نار والجنه، علی محبتش سپر هست، یا علی محبتش جنت هست. خس کسی با علی محبت داشته باشی، اون جنت، اون میره بهشت، اون سپره براش. چرا؟ چون این قسیم و نار والجنه، تقسیم کننده یه آتش، تقسیم کننده بهشت و جهنم همین علی هست. وقتی که امام رضا علیه السلام اینو فرمود، دیگه مامون ساکت شد، جواب نداشت. و بعد از مدتی هم امام علیه السلام اون مجلس رو ترک کرد، نعلین مبارکش رو پوشید و داره از اون مجلس مامون داره میره بیرون. همون نزدیک در، نزدیک در یکی از غلامان مامون وایساده بود. وقتی دید امام رضا علیه السلام داره میره بیرون، گفت فرزند رسول چه دلیل خوبی دادید، چقدر قشنگ
این مامون رو ساکت کردید به همین دلیل و به همین جواب. گفت این دلیل برای اون بود، این دلیلی که من دادم برای مامون بود، چون مامون بیشتر از اون نمیفهمه و میخاطر من این دلیل رو. و الا حقیقت اینه، حقیقت اینه که این حضرت امیرالمومنین یک طرف پل و جناب رسول خدا به طرف دیگه پل وامیسن. مردم وقتی که عبور میکنن اینها اشاره میکنن به طرف جهنم، اون آقا رو میشناسن، همه رو میشناسن، به جهنم میگن هذا لی و هذا لک، این مال من این مال شماست، هذا لی و هذا لک، همه رو حضرت رسول خدا و امیرالمومنین علیه السلام اینجوری مردم رو قسیم و نار و جنت و بهشت و جهنم اینجوری میفرستن، اشاره میکنن، میگه این مال منه، این میره بهشت، این مال شماست، این میره پایین، میفته پایین. صلوات بر محمد و آل محمد. خلاصه کلام، حضرت فرمود هر کسی اخلاق نیکو داشته باشه یا اخلاقش رو نیکو کنه، این دیگه جواز هست برایش که از پل صراط عبور کنه. عزیزان، برزخ رو شما شنیدید، در قرآن هم ذکر آمده، معنی لغویش هست حجاب، پرده. ما وقتی که پرده رو میچینیم اونو میگن برزخ. خب اینم یه پرده ای هست، پرده بین دنیا و آخرت. یعنی آدم که بمیره دیگه رابطهش از این دنیا قطع میشه، منقطع میشه، ولی هنوز به میدان حشر یا روز قیامت که نیامده، روز قیامت که بعدن میاد. خب اینو نگر میدارن در یک جای تا روز قیامت بیاد، همه دوباره زنده بشن، همه بیان تو صف وایسان حسابشون بدن، کارهاشون که کردن به حساب کتاب داره. این روز قیامت که خیلی مشکله، اون روزش خیلی مشکله، یعنی چندین تا ایستگاه داره، بعضی گفتن 150 تا ایستگاه داره و هر ایستگاهی شما رو میگن وایسا ایست و سوال و جواب هست، در رتبه نماز سوال هست، در رتبه این که دیگر یوم القیامه هست. الان فعلا با اون کار نداریم، اون کی میاد اونش فعلا نمیدونیم، ولی قرآن برای ما گفته که یوم القیامه چی هست و اون روز چی هست. ولی برزخ رو قرآن زیاد واضح یا صاف نگفته، ولی ائمه اطهار علیهم السلام با صراحت این مسئله رو واضح کردن که این چی هست. آدمی که بیمیره از این دنیا میره، اونو نگر میدارن در یک جایی که بهشون بگید قبر یا بهشون بگید برزخ، این میمونه اونجا تا روز قیامت. و خیلی ها الان هم دارن اونجا هستن، اونایی که قبل از ما مردن اینا تو این برزخ هستن، بدنشون در قبره و بعد از مدتی خبری از بدنم نیست، چون خاکیه دیگه خاک میشه، اما روح نمیمیره. روح یه چیزی هست که دیگه همیشه باقی هست، هیچ موقع نمیمیره. یک کسی در روح سوال کرد، گفت این روح میاد دوباره به بدن انسان دیگه یا به بدن یه حیوان دیگه؟ ما گفتیم نه، اینو میگن تنسیخ روح، اسلام اینو قبول نداره، ممکنه مذاهب دیگه قبول داشته باشن. ما میگیم این روح میمونه در یک جای، مثلا بگید وادی و سلام یا وادی رحمت، یه جای میمونه تا دیگه روز قیامت، ولی بدن از بین میره چون بدن خاکی هست. لذا این برزخ یعنی روح زنده هست، ولی شما به این دنیا، بین شما و بین این دنیا یک حجاب است، یک پرده هست. ما نمیدونیم اونجا چه خبره. و الانم که من دارم به شما صحبت میکنم، من صراحتاً 100% نمیگم که همین جوری هست، ولی اون چیزایی که در روایات خوندیم اونو خدمت شما میگم. و بهترین سورس برای این کار مرحوم آیت الله نجفی کوچانی هست که خودش هم یه معلم اخلاق بود، خیلی عالم بزرگی بود. ایشون یه کتابی نوشت در رابطه برزخ و اونو به عنوان یک سفر نشون داد که این برزخ چی هست،
ایشون می نویسد، میگه وقتی من مردم مردم آمدن و بدن ما رو غسل دادن و من دیدم که وقتی که غسل می دادن و کفنمون می کردن، این دوستان ما و زن و بچه ما همه داشتن گریه می کردن. خب من بهشون گفتم چرا گریه می کنی؟ من که اول مریض بودم، در مشکل بودم، الان که من خوب شدم، الان نه مریضی هست نه درد هست، هیچی نیست، شما باید خوشحال بشی. ولی اونا هیچ متوجه نشدن، اصلا حرف ما رو گوش نمی کردن که من هرچی به اونا می گفتم اینا دیگه من رو نمی دیدن و هیچ چیزی رو گوش نمی کردن. گفت که بعد اینکه ما رو کفن کردن و ما رو گذاشتن تو قبر و قبر رو بستن و رفتن و قبر خیلی تاریک بود، همین موقع قبر ما باز شد و دو تا ملک آمد که هر دو ملک از لحاظ کیافه و شکلشون خیلی خطرناک بود، در دستشون هم آهن بود، آهن سرخ، و از دهانشون آتش می اومد بیرون، غضبناک، خیلی هم چهره وحشتناک. گفتم من اونو دیدم ترسیدم. اونا که آمدن فوری از من سوال و جواب شروع کردن. اولین سوالی که کردن گفتن من ربک، و من اصلا یادم رفت به خاطر اینکه این آقای کوچانی میگه، ما شما که عادی هستیم، ایشون یک مجتهد عالم معروف و بزرگ، میگه من یادم رفت اونا رو دیدم، همه چیزا یادم رفت. همون موقع از خدا کمک طلبیدم و از امیرالمومنین هم گفتم شما که مشکل کشا هستید، من در مشکل هستم، این مشکل ما رو حل کن. تا اینو گفتم دیگه حواسم آمد و بعد من براشون این آیه قرآن رو خوندم که رب من خدا هست، اون خدایی که سلام هست، قدوس هست، محیمن، و اون آیه رو براش خوندم. اینا بلافاصله دوباره سوال کردن که و من نبیو که نبی تو چی هست؟ گفت من اون موقع خورده حواسم بر جا بود، جواب دادم اسم رسول خدا رو و من امامو که و من کتابو که. گفت وقتی اینا رو همه سوال رو از من کرد، الان این خیلی مهمه، اگر توجه اینجا داشته باشید من زود رد بشم. گفت وقتی این همه سوال رو درست جواب دادن، آخر یه سوالی کردن که دوباره ما رو کنفیوز کرد، ما رو گیج کرد. گفت اینو بگید که این سوالات رو و این جوابات سوالات رو از کجا یاد گرفتی؟ نکنه مثلا یه کسی که کافر باشه و هیچ اعتقاد بر دین اسلام نداشته باشه ولی بیاد این چیزا رو حفظ کنه، اعتقاد نداره ولی میخواد، نه من میگم شاید همین سوالات جوابات درست باشه، بیا این سوالات رو برای ما بنویسید، یکی از دوستان مسلمون براش بنویسه اینم حفظ کنه. و اونجا که ملک بپرسه من ربکا، خب این حفظ کرده، جواب میده. گفت که این سوالی که از من کرد که اینو از کجا یاد گرفتید، اون موقع من دوباره از خداوند متعال کمک گرفتم و جواب دادم که اینا من از قرآن یاد گرفتم، عقیده منه، از علما یاد گرفتم، از اساتید خود یاد گرفتم و من روی این عقیده هم دارم، نه اینکه فقط حفظ کردم. تا اینو گفتم گفت خیلی خوب بخوابید. خواب عروس، عروس میدونی وقتی روز ازدواجش خیلی خسته است و وقتی که دیگه بخوابه دیگه میره خواب. اینا میگن تو مثل عروسی که خسته هست و میخوابه، تو مثل عروس بخواب. این یه مثال هست. و من خوابیدم. بعد از اینکه خوابیدم روز دومش دوباره دیدم که دو نفر در قبر من هستن و دارن از من حساب کتابی میگن که هر چی کردی تا به حال اینجا بنویس. گفت من بلد نیستم، یادم نیست. گفت یادت نیست ولی ما بهتون میگیم، ما میدونیم که تو چه کار کردی، ما میگیم تو بنویس. گفت من کاغذ ندارم. گفت همین کفنتون رو کاغذ کن، کفن سفیدم. گفت قلم ندارم. گفت انگشتر بنویس، این انگشترتون میشه قلم، ما میگیتون بنویس. اونا هر چی ما کرده بودیم یادم رفته بود، اونا یادش بود.
ممکنه اونا کرام الکاتبین باشن که قرآن ذکر میکنه، دو تا فرشته، یکیش شانه راست و یکی شانه چپ، ولی اینها رو که ما نوشتیم این نامه اعمال ما بود، همه رو پیچیدن دور و گردنم و گفت اینم دیگه نامه اعمال شما. اونام رفتن. میگه روز بعدش دیدم در قبر یک جوانی هست، خیلی هم خوشتیب خوش شکل، ما رو دید سلام کرد. من گفت من سلام جواب رو دادم، گفتم شما کی هستی؟ گفت من هادی هستم. گفت هادی کی هست؟ گفت هادی اون اعمال خیری که تو کرده بودی، من ثواب اون هستم. محبت اهل البیت که داشته باشی شما داشتی در دنیا، من ثواب اون محبت هستم، اومدم اینجا شما رو کمک کنم. خب این لیلت الرغایب که ما اعمال میکنیم اول شب جمعه اول ماه رجب، اونم همینه اعمالی که ما انجام میدیم در لیلة الرغایب شب اول قبر، همون اعمال میاد ما رو کمک میکنه. ثواب اعمال لیلة الرغایب شب اول قبر هست. خب هادی بهش میگه که من همیشه همراه شما هستم و به شما رهنمایی میکنم. گفت من وقتی که هادی رو دیدم بهش گفتم من میتونم برم خونه یه نگاهی بکنم که اونجا چه خبره، این بچه هامون چه کار میکنن. گفت بله تو پروندت خوبه، فایلت خوبه، میتونید برید. گفت من به عنوان کبوتر رفتم خونه و اون درختی که در حیات منزل بود اونجا نشستم و دیدم این بچه های ما چه کار میکنن. شب اول جمعه من بود، الحمدلله بچه ها قرآن داشتن میخوندن برای من، یه روحانیم بود اونجا مجلس میخوند، مجلس سوا، و بعدش هم غذا دادن که من خوشحال شدم و برگشتم. الان این به تنسیخ روح هیچ کاری نداره، تنسیخ روح یه چیز دیگه است. عرض کردم اسلام تنسیخ روح رو قبول نداره. هندوها بود و بودیست بودیا اینا این عقیده رو دارن. اینجا روح رفته اونجا خانه در خانه خودش تا ببینه اونجا چه خبر، و اونهایی که زن و بچه شستن اونها هم خبر ندارن. خب علامه مجلسی در بهار همین روایت رو میگه، میگه بعضی ها اگر واقعا پروندهش خوب باشه میتونن برن خونه، هر شب جمعه میتونن برن. بعضی ها پروندهش خوب نیست، بهشون میگن ماهی یک مرتبه. چرا ما شب جمعه رو این اهمیت میدیم؟ چون ارواح میان دنبال ما، میان خونه، میان میخوان ببینن ما داریم چه کار میکنیم برای آنها. علامه مجلسی میگه بعضی ها تا این حد پروندهشون خراب هست که سالی یک مرتبه اجازه دارن برن خونه. بعضی ها اینم ندارن، اصلا اجازه ندارید بری خونه اونجا نگاه کنی چی خبره، هیچ خبری از اونجا نیست. اونها هم از شما خبری ندارن، شما هم از اونها خبری ندارید. ولی این آقای کوچانی میگه من پروندهم خوب بود، رفتم دیدم خوشحال شدم. وقتی که برگشتم این هادی خبر خوبی به ما داد، گفت که الان در برای زیارت شما یه چند نفر دارن میان. گفت کیا هستن؟ گفت اون امامزادهی که شما میرفتید برای زیارتش. این ایران هم یک نعمتی داره که هیچ کشوری دیگه نداره، ولی ما این نعمت رو نمیدونیم، نعمت امامزادگان. یا ایران امامزاده داره یا عراق، جاهای دیگه نداره این نعمت رو. هند و پاکستان به این بزرگی فکر کنم در تمام این دو تا کشور یک تا یا دو تا بیشتر امامزاده نداریم، ولی ایران این همه امامزاده، و این امامزاده باعث برکت هست برای مردم، برکت میارن، مردم هم اونجا میرن دعا میکنن. خب اونو عبادت که نمی کنن، عبادت که فقط برای خداست. این وهابی ها میگن ما میریم امامزاده اونا رو اونجا رو میخوایم اونا رو عبادت کنیم، نه، سجده فقط برای خداست. ما اونجا میریم مکان پاکی هست، میریم اونجا دعا میخونیم، از خدا میخواییم، ولی واسطه اونها رو میدیم. خب این آقای کوچانی میگه من هم چون هر شهر در ایران یک امامزاده داره، بعضی شهرها زیادم دارن، میگه این امامزاده محلمون، من اونجا میرفتم برای دعا اینها،
گفت همون امامزاده‌ای که شما میرفتی برای زیارتش الان میخواد بیاد برای زیارت شما، و همراهش اون علما هستن که شما در نماز شب اون 40 نفر رو که دعا میکنن. میگه من در این دعای کنود که برای 40 نفر مستحب از دعا بشه، من چند تا اسم از علما میبردن در نماز شب، اونها رو دعا میکنن، همون علما میخوان همراه این امامزاده بیان برای زیارت من. من خوشحال شدم، اینا آمدن من زیارتشون کردم، اینا برای ما دعا خوندن، دعا کردن، من خیلی خوشحال شدم. میگه روز بعدش، الان مختصر کنم، آقای کوچانی که خیلی مفصل صحبت کرده، ولی من باید فقط یه اشاره میخوام بکنم، شب جمعه هم هست که ببینیم این برزخ چه خبره. گفت روز بعدش این حدی به من گفت که الان سفر شما شروع میشه. خب گفتم برزخ چیه؟ گفت برزخ سفره، این سفری هست، شما باید راه بری. گفت اونم خودت بری تنها، نمیدونم غذا دارید همراهت، زاد دارید، توشه دارید، زاد راه دارید یا نه، ولی این یه راه هست خیلی طولانی، هیچ کس هم اونجا نیست، شما برو دیگه، راه برو، برو سفر، برزخ سفره. و من شروع کردم به راه رفتن، دیدم یک آقایی آمد که خیلی هم شکلش بد بود، کیافه بدی داشت، و من ازش پرسیدم کی هستی؟ گفت من ابو لحو هستم. لحو، لحو و لعب، اینی چیزهایی که هیچ به اصطلاح معنی نداره، بیمانه، چیزی بیمانه. گفت من ابو لحو هستم و میخوام همراه تو باشم. گفت من نشناختمش، شکلش خوب نبود، ولی گفتم خب خیلی خوب، الان من تنها باشم، اگر دو نفر راه بریم بهتره. گفت خیلی خوب، بیا راه بریم. گفت تا یه خورده رفتیم جلو، این به من گفت این راه خیلی طولانیه، بیا یه راه نشونت بدم که خیلی هم کوچک و مختصر زود میرسیم به منزل. گفتم خیلی خوب. گفت ما رو از راه اصلی، راه مستقیم، صراط مستقیم برد یک راه دیگه که دیدیم اون راه عقرب داره، مار داره و خیلی مشکلات داره، و من تعجب کردم که چرا من این راه رو آمدم، این راه درستی نیست، چرا راه مستقیم رو ول کردم و حرف این رو گوش کردم. اونم داشت میخندید، گفت الان که اومدید دیگه چاره نیست، بیا. و همونجا دیدم هندونه هست، هندونه، و خودش رفت یه هندونه رو ورداشت، گفت شما بیا بخور. گفتم خب من نمیدونم صاحبش کیه. گفت نه اشکال نداره، آیه قرآنم برش خون، یک آیه قرآن خون، که اون آیه قرآن یه مطلبی دیگه است، اون مطلب اشتباهش گرفت، که دیگه شما نمیدونی اشکال نداره بخورید، یه همچنین مطلبی از اون آیه گرفت، آیه برش خون، و گفت منم دیگه رفتم یه هندونه رو خورد کردم و شروع کردم به خوردن. تا این هندونه خورد کردم، دیدم صاحب اون ملک آمد، صاحب هندونه آمد، در دستشم مثلا یه چوبی بود و آمد و زد ما رو، خیلی کتک به من زد که شو چرا آمدی در ملک من و چرا داری این هندونه ما رو میخوری، که من خیلی به زحمت خودم رو نجات دادم، آمدم دوباره روی صراط مستقیم. الان اون موقع اون داشت میخندید، بر من میخندید. گفت خیلی خوب، الان من آمدم تا دیگه برم جلو و این سفر برزخ رو طی کنم. گفت به یک وادی رسیدم، الان مختصر کنم، به یک وادی رسیدم، دیدم که این وادی مردم یه شکل عجیبی دارن، شکلشون مثل میمون هست ولی آدم هستن، چون دو تا پا دارن، فقط شکلشون مثل میمونه. گفتن اینا کی هستن؟ هادی همراهش بود، گفت اینها، این وادی شهوتران هاست، شهوتران، اونایی که دنبال شهوت بودن، این ولی اوناست. و دیدم که از بدن اونها خیلی بوی گندیده، خوب بوی بد می آمد، به خاطر اینکه در دنیا شهوت بیجا می کردن. و همچنین که یه خورده رفتیم جلو، دیدیم یه جایی هست، یه وادی هست که از اون، از آسمون داره باران سنگ روی سر اونها، و اینا هم دارن جیخ میزنن و شکل‌های عجیب و غریبی. گفت اینا کی هستن؟ گفت اینا هم کسانی هستن که افعالشون مثل افعال کاملود بود
و الان اینم انجام میشه. اینم همون وادی شهوترانست. گفت رفتم جلو، افرادی رو دیدم که خیلی هم در مشکل بودن، شکلاشون مثل سگ و خوک و اینا، و داشتن یک دیگر رو میخوردن، مردار رو میخوردن. گفتن اینا کی هستن؟ گفت اینا کسانی هستن که آفات زبان، مشکلات زبان، گناه زبان رو داشتن. و خیلی زیاد دیدم اونجا، مردم زیاد بودن اونجا، اونهایی که گناه لسانی، گناه زبانی انجام میدن. بعضیا گرفتار بودن در غیبت کردن، بعضیا دروغگو بودن، بعضیا هم همراهش بودن که دیگران غیبت میکردن، اونا کیف میکردن، میخند گوش میکردن، اونا هم در همون عذاب بودن. بعد از این وادی هم رد شدم، رفتم جلو، دیدم یه کسی هست، یه وادی هست که همه کسانی درش حریص هستن، حرص دارن، مال یتیم رو میخوردن. خب کی مال یتیم میخوره؟ کسی که حرص داشته باشه. کی رشوه میگیره؟ رشوه میگیره کسی که حریص حرص داشته باشه، اون دیگه رشوه میگیره. رشوه یعنی پول زیاد گرفتن، حرص بیشتر. حدیث داریم میگن که اصول الکفر ثلاثه، اصلا بنیاد و ستون های کفر سه تا هست، الحرص و الحسد و تکبر. اینا حریص بودن، حرص میکردن، بیشتر بیشتر بیشتر، ناجائز. و اونا هم در عذاب بودن. بعدش که رفتم جلو، دیدم این ابو لهب یه دفعه آمد جلوی من. و من تا این ابو لهب رو دیدم یه دفعه ناراحت شدم، و اینم آمد و بر روی من وار کرد. و من گفتم که تو چرا ما رو میزنی؟ گفت بخاطر اینکه تو در وادی حسودها هستی، اونایی که حسد میکنن. و من میبینم هیچ عالمی رو من ندیدم که درش حسد نباشه، شما چطور میتونی خودت رو نجات بدی؟ لذا شما رو من زخمی میکنم، زخمیت کردم بخاطر اینکه شما حسد داشتید، حسد میکردید. بعدش که رفتم جلو، هدی گفت که دیگه این وادی رو شما نرید، این دیگه برای شما نیست، شما رد میشید. گفت چرا؟ گفت این وادی متکبران هست، اونایی که تکبر دارن، تکبر اونم از اصول الکفره. یعنی آدمی که متکبر هست دیوانه هست به نظر، یعنی خود روایات هم داره کسی که تکبر میکنه یعنی اون دیوانه هست، و الا آدم تکبر داشته باشه این درست نیست. گفت شما از اینا رو، چون شما معلم اخلاق بودید و در زندگی تکبر نمی داشتید، لذا این وادی برای شما نیست، اینو عبور نکن. و من از اون وادی رد شدم. خلاصه کنم، یه صلواتی رو بفرستید. خلاصه کلام، گفت رفتیم خیلی راه طولانی رفتیم که به یه شهری رسیدیم. اون شهر که رسیدیم، شهر بود همش یه شهر نورانی بود، درخت بود، آب بود، میوه بود، هوا خوب بود. و رفتیم دیدیم یه تابلو هست اونجا، تابلو نوشته به شهر هما خوش آمدی، شهر هما. گفت من وقتی که داخل شهر شدم خیلی خوشحال شدم، به خاطر این که در اون شهر کی رو دیدم؟ کسانی که با ما بودن، با ما دوست بودن در دنیا، در زندگی، کسانی که بغل ما در حسینیه می نشستن، کسانی که با ما بودن در مسجد، اهل مسجد بودن، اهل حسینیه بودن. ما همیشه همراه می نشستیم، غذا با هم می خوردیم، و همچنین مجلس رو گوش می کردیم، موعظه رو گوش می کردیم، قرآن می خوندیم. اینهایی که با ما بودن در مسجد حسینیه همه رو اونجا دیدن. بعضی ها که قبل از ما خیلی وقت بود فوت کرده بودن اونجا همه بودن. وقتی من رسیدم به من خوش آمد گفتن، و من همراه اونها نشستم و شوخی کردیم، صحبت کردیم. گفتن چند روز اینجا بمونید، این شهر هما شهر نیکان هست، شهر کسانی هست که پریزگار هستند، شهر کسانی هست که اهل مسجد و اهل منبر و اهل معیزه و اهل حسینیه هستند، شما هم اینجا قیام کنید. و من اونجا قیام کردم چند روز. بعد از اینکه چند روز قیام کردیم،
گفتن الان سفر رو دوباره شروع میکنی، ولی این دفعه سفر تنها نیست، روی پا هم نیست، به همه ما اسب دادن، گفت سوار اسب بشید. ما روی اسب سوار شدیم و دست جمعی حرکت کردیم. قبلا تنها بودم، یا هادی گاهی میومد ما رو کمک میکرد، ولی الان دیگه دست جمعی همه دوستان اهل مسجد و اهل محل مؤمنین با هم حرکت کردیم روی اسب و رسیدیم به یه وادی. با اون وادی که رسیدیم دیدیم که اون وادی خیلی تاریک است، یه کوهی هست بالای کوه، همش تاریکه، سر و صدا خیلی زیاد بود اونجا، خیلی سر و صدا بود. ملائکه هم همراه ما بودن در اون کاروان، حادی هم بود، همه دوستان با هم بودیم. ولی با این وادی که رسیدیم پرسیدیم از ملائکه اینجا کجاست؟ گفت این وادی برهوت هست، برهوت، جایی که ارواح بد، جایی که کسانی روحای افراد بد اینجا جمع شدن. گفت اینجا چه خبره؟ چرا اینقدر سر و صدا است؟ سر و صدا چی بود؟ سر و صدای آهن، شمشیر، نیزه، سنگ، انگار دارن کسی رو دارن روشون عذاب میارن، عذاب خیلی بد، عذاب خیلی سخت، و همه دارن جیغ میزدن، سر و صدا میکردن، ببخشید و دوباره نمی کنیم، ولی هیچ اثری نبود و این مشکلات اونها، عذاب اونها بیشتر می شد. و من پرسیدم چرا این عذابشون داره بیشتر میشه، سر و صدا داره بیشتر میشه؟ گفت این کسانی رو که در این وادی میبینی، اینها دشمنان اهل البیت هستن. کسی که با اهل البیت دشمنی داشت، ارواح اونها رو جمع کردن در این وادی برهوت، دشمنان اهل البیت رو اینجا جمع کردن. و هر کسی در دنیا بر دشمنان اهل البیت لعنت بفرسته، این عذابش اینجا بیشتر میشه. در دنیا هر کسی بگه بر دشمن اهل البیت لعنت، اینجا عذاب اینها یه دفعه بیشتر میشه. گفتم ما اینو شنیدیم، ما هم گفتیم بر دشمنان اهل البیت لعنت، تا اینو گفتیم دیدیم عذاب اینها بیشتر شد. و از این وادی فوری عبور کردیم و رفتیم به طرف دیگه. عزیزان، این یک مختصر سفری بود که من خدمت شما عرض کردم. بله. از برزخ؟ این روایت اهل البیت است. آقای کوچانی گفته. بله، این برای همینه که آره، شما الان که مثلا این چیزها رو گوش کردید، به خاطر اینه که آماده کنید، شما آماده کنید. این آقای کوچانی گفته، گفتم آقای کوچانی گفته اینو، آقای کوچانی اینو نوشته. و با می خاطر من در اولش، آقای کوچانی که دروغ نمی نویسه، خب اشکال نداره، نه بی‌احترامی نیست. ایشون حالا ایشون سوال کرد، مسئله نیست، این سوالات پیش میاد، اشکال نداره، شما حق سوال رو دارید و ما هم اینجا هستیم که به شما جواب بدیم، مشکلی نیست. ما اولا بنده هر صحبتی که میکنم از اینجا وظیفه دارم برای شما رفرنس بیارم و دلیل بیارم. من همینجوری صحبت نمیکنم، هیچ موقع چک میکنم دو سه مرتبه، ده مرتبه، هر وقتی یه چیزی که دیدم واقعا موثق هست اونو میگم. و میخاطر از اول به شما گفتم که همچنین چیزی هست. روایات معصومین بیشتر هست، زیاد هست، علامه مجلسی هم اینو نقل کرده، علمای دیگه هم نقل کرده. هیچ کس از قیامت خبری نداره، ولی قرآن اینقدر صاحب به ما گفته که قیامت چی میشه. ما در روایات داریم 10,000 روایات در رابطه به امام مهدی علیه السلام. در اون روایات به ما گفتن حضرت مهدی از کجا شروع میکنه، کجا میره، چند نفر همراهش هستن، 313 نفر کیان، اسم اونها هم داریم. و شما میگین همه دروغه، هیچ کس نمیدونه که امام مهدی کی میاد. خب امام مهدی نیومده هنوز،
ولی روایات میگن 313 نفر هست، اسم اونها هم هست. امام مهدی چه کار میکنه؟ امام مهدی چطور کشته میشه؟ کی میکشش؟ کی میاد جنازه امام مهدی رو میخونه؟ کی میاد امام مهدی رو کفن میکنه؟ کی میاد امام مهدی رو به اصطلاح نماز جنازش میخونه؟ کی ایشون رو دفن میکنه؟ اینا همه داریم، روایات داریم. 10,000 روایت داره تو امام مهدی علیه السلام هست. خب شما بگی که نه، هنوز که هیچی نشده، ما چطور بگیم امام مهدی کشته میشه؟ نه، اون کشته نمیشه. خب روایت میگه کشته میشه، شهید میشه. بعد از شهادت چی می... اینا همه اخبار رو دادن. ما چرت و پرت نمیگیم و این حرفایی که ما میزنیم از روایات و قرآن هم برای ما گفته که این قیامت چی... قیامت نیامده و هیچ کس از اون طرف هم نیامده که قیامت چه خبره، ولی قرآن خیلی صاف گفته قیامت چه خبره. کوها اینجوری میشن، دریا اینجوری میشن، ماه اینجوری میشه، آفتاب اینجوری میشه و حساب کتاب داره، صراط داره، همه چیزها مفصل هست. همینجوری برزخ هم هرچی گفتم 100% درست گفتم، همینجوری اتفاق میاد. اگر شما یقین ندارید، خب اشکال نداره یقین نکنید. شما فکر میکنی اینجوری نیست، خب اگر اینجوری نیست خب نباشه، ضرر که نکردید شما. اگر اعتقادتون اینه که نه اینجوری نمیشه، خب نه، خب درست، اعتقاد شما نمیشه، خب نمیشه، چه ضرر شد؟ نه ضرری به من میرسه، نه ضرری به شما. ولی اگر شما عقیده دارید که همچنین هست، خب براشون آماده بشید، آمادگی پیدا کنید. چه اشکالی داره آدم کار خوبی بکنه تا در برزخ آماده باشه، برای روز قیامت آماده باشه. صلوات بفرستید بر محمد و آل محمد. زحمات شما رو به تمام بیارم ذکر چند جمله مصیبت به خاطر اینکه شب جمعه هست. عرض کردم یه وادی برهوت که دشمنان اهل البیت اونجا هستن، در خیلی هم مشکل، عذاب خیلی زیاد بر آنها نازل میشه و کسانی که به اهل البیت دوستی داشتن، اونا هم در این دنیا و آخرت و برزخ این دوستی و محبت اهل البیت کمکشون میکنه. اگر ما برای امام حسین علیه السلام گریه میکنیم، خب ما این عقیده رو داریم که این گریه ها به ما کمک میرسونه، کمک میده. و همینجوری روایت داریم که هر کسی بر امام حسین علیه السلام گریه کرد، این ثوابش بهشت هست. و همون شرط های شروطی که بعضی ها شرط عرفان داشته باشه به امام حسین علیه السلام و به شخصیت اینها، امام صادق علیه السلام می فرماید لا یومک یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل عاشورا نبود. روزا خیلی دیدیم ولی مثل عاشورا هیچ روزی نبود. این روز برای پدر من، برای جد من امام حسین علیه السلام خیلی سخت بود. چرا؟ چون یه زمانی اومد امام حسین علیه السلام تنها موند، هیچ کس نبود امام حسین علیه السلام را کمک کنه. فنظر الى اليمين والشمال، امام حسین علیه السلام یک طرف نگاه کرد، دید هیچ کس نیست امام حسین را کمک کنه، طرف دیگه هیچ کسی نیست. یه دفعه استغاثه بلند کرد، هل من ناصر ينصرنا، کسی هست این حسین تنها را کمک کنه؟ خب کسی نبود غیر از امام زین العابدین که مریض بود، و کسی نبود غیر از مستورات، غیر از خانم های اهل البیت علیهم السلام. امام حسین علیه السلام براش خیلی سخت بود، تنها در کربلا، کسی هم همراهش نیست و خودش هم روزه داره. روزه به چه معنی؟ یعنی 3 روزه غذا نخورده، 3 روزه آب نخورده. ولی این روزه دار چه جنگی میکنه، جنگی میکنه. همه میگن الامان الامان، الحفیظ الحفیظ. امام حسین علیه السلام به لب تشنگی اون جهاد کرد، اون جنگ کرد که دشمن این طرف اون طرف. بعدن گفتن ما نمیتونیم امام حسین بجنگیم، این پسر زهرا است، این پسر امیرالمومنینه، همه با هم حمله کنیم. یه دفعه روی امام حسین علیه السلام همه دست جمعی حمله کردن و یه وقتی رسید که صدا بلند شد الا قتل الحسین بکربلا،
الا ذبح الحسین بکربلا انا لله و انا الیه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد اي منكلب ينكلبون لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. شب جمعه دست رو بلند کنید برای دعا. بسمك العظيم الاعظم الاجل الاكرم يا الله 10 مرتبه يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الهي بهك محمد وانت المحمود، بهك علي وانت العلي الاعلى، بهك فاطمه وانت فاطر السماوات والارض، بهك حسن وانت المحسن، بهك حسين وانت قديم الاحسان. الهی پردگار سفر برزخ برای ما آسان بفرما، الهی پردگار آخرت عاقبت ما رو بخیر بفرما، انجام ما رو بخیر بفرما، الهی پردگار در روز قیامت شفاعت محمد و آل محمد نصیب ما بگردان، الهی پردگار در این دنیا ما رو زندگی طولانی بده تا امام علیه السلام رو زیارت کنی، امام مهدی علیه السلام چهره نورانی امام مهدی علیه السلام رو زیارت کنی، ما را از اوان انصار آن امام قرار بده. و الى الارواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. این خواهری که سوال کرد، ما از سوال ناراحت نشدیم و هیچ مشکلی نیست، هر کسی حق سوال رو داره و میتونیم بعدا بیشتر توضیح بدیم. این هم عقیده ماست طبق روایات و حدیث. اگر کسی این عقیده را نداره، خب بگه که بس اونجا چی جوری هست، ما میگیم اینجوری هست، شما میگین اینجوری نیست. خب اگر اینجوری نیست پس چی جوری هست، اینو شما بگید، بعد با هم میبینیم کدومش بیشتر بهتره، کدومش درستره. ما میگیم بعد از مردن این اتفاقات پیش میاد، شما میگین این اتفاقات پیش نمیاد، چه اتفاقی پیش میاد؟ اون انشاءالله ما از شما میشنویم و اگر چیز باشه یاد میگیریم. یه صلواتی رو ختم می‌کنیم.